برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله لزما سید صادق شیرازی دامظله با انتشار اطلاعیه‌ای آغاز ماه جمادی الثانی نزد معظم الله را اعلام کرد. در این اطلاعیه آمده به اطلاع عموم مؤمنین می رساند رؤیت هلال ماه جمادی الثانی نزد معظم الله ثابت گردیده و روز یک شنبه چهارم دی 1401 اولین روز از ماه جمادی الثانی 1444 هجری قمری می باشد. گروهی از طلاب نیجریه‌ای در سفر به شهر مقدس کربلا در دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله لزما سید صادق شیرازی دامظله حضور یافتند. در این دیدار که گروهی از دانشجویان دانشگاه کوفه نیز حضور داشتند، طلاب نیجریه‌ای با برخی مسئولان دفتر معظم الله گفتگو کردند. در پی اهانت شبکه ماهواره از جدید به بانوان شیعه در یک برنامه طنز شب گذشته هشتک از جدید با از شرفه ها یعنی از جدید شرافت خود را فروخ در لبنان ترند شد. کاربران با یادآوری اینکه اموال حکومت سعودی باعث چنین اقدام ها و فتنه هایی شده اقدام شبکه از جدید را محکوم کردند. بیش از 700 هزار نفر در سرتاسر آمریکا به دلیل طوفان برفی و سرمای کم سابقه بدون برق ماندند. در همین حال هزاران پرواز لغو شده و جاده های بسیاری در سراسر آمریکا بسته شدند. اداره کل مهاجرت ترکیه از اخراج نزدیک به 120 هزار مهاجر غیرقانونی از این کشور از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون خبر داد. این اداره تأکید کرد که بیش از نیمی از آنها شهروند افغانستان بودند. تنها چند روز پس از اعلام ممنوعیت حق تحصیل زنان در دانشگاه‌ها، حکومت طالبان در جدیدترین تصمیم خود محدودیت‌های بیشتری علیه حقوق و آزادی‌های زنان وضع کرد. بنابر اعلام جدید که روز شنبه 24 دسامبر 2022 منتشر شد، به کلیه سازمان‌های غیردولتی خارجی و داخلی در افغانستان دستور داده شد تا اشتغال زنان را به دلیل آنچه بر سر نکردن درست حجاب اسلامی توسط برخی زنان شاغل عنوان شد، به حالت تعلیق درآورند.